با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب را نیز میگوشاییم با برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا با آخرین و مهمترین مطالب منتشر در روزنامه هر روز ایران به روال معمول همه شب نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین برگزیده امشب باستاب اظهارات آیت الله علی خامنه در خصوص ضرورت تعهدات دول اروپایی در قبال جمهوری اسلامی ایران افزایش تعداد سناتورهای موافق توافق هسته در سنای آمریکا تا مرز 42 نفر موجی از ارائه راهکارهای بینال المللی و فرامنطقه در قبال سوریه با ارائه همزمان پیشنهاد حسن روحانی و ارائه طرح نجات از سوی پوتین همچنین ادامه نبردها میان نیروهای ارتش ترکیه و گروه موسوم به پیکاکا با کشته شدن مستمر و تعداد بیشماری سربازان ترک و بالاخره موجی از واکنش ها به ارزیابی سعید جلیلی از حقوق صرف نظر شده در توافق هسته ای اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 18 شهری ورماه برابر با 8 سپتامبر 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما خواهد رسید. همینک و در بخش نخست برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه و برگزید از ایران منطقه و جهان مباحث هسته همچنان صدرنشین نشین رسانه های مختلف می باشد با اعلام حمایت چهار سناتور دیگر از توافق جامعه هسته ایران و قدرت های جهانی تعداد اعضای مجلس سنای آمریکا که از این توافق حمایت می کنند به دو نفر رسید دیروز شنبه ها ران وایدن گریپیترز ریچارد بلومنتال و ماریا کنتول از توافق وین حمایت کردند و شمار گروه حامیان را به مرز چهل و دو نفر رساندند در مقابل سناتور دموکرات اهل ویرجینیای غربی جو منشین اعلام کرد با توافق مخالف است در مجموع چهار دموکرات در سنا با توافق مخالفت کردند اگر بلوک همیان توافق در سنا اراده کنند مجلس سنا اصولا نخواهد توانست در مورد توافق جامع رای گیری کند و به این ترتیب با سرآمدن مهلت دو ماه سنا برای اعلام نظر در مورد توافق در روز 17 سپتامبر این توافق اجرا خواهد شد با این حال گفته می شود بعضی از این دموکرات ها تمایلی به صد کردن قطعنامه مخالفان نیز ندارند و ترجیح می دهند به رأی گذاشته شود اما حتی اگر مخالفان بتوانند رأی گیری کنند و اکثریت سنا به لغو توافق رأی دهد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با استفاده از اختیارات خود این تصمیم سنا را وتو خواهد کرد و مخالفان طرح هم رأی لازم برای خونسا کردن وتوی آقای اوباما را ندارند از سنای ایالات متحده آمریکا به کشور همسایه ترکیه می رویم که دیشب تا صبح آنکارا پایتخت این کشور نخوابید و گروهی از نیروهای معترض ملی این کشور شهر را به آشوب کشانده بودند تا جایی که در خلال خشونت فزاینده میان نیروهای دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان مصوم به پکاکا یک گروه خشمگین در آنکارا به مقر حزب کردی اچ دی پی یا حزب دموکراتیک خلق ها حمله کرد عکس ها از محل حادثه ظاهرا آتش های گسترده در ساختمان اچ دی پی را نشان میداد در پی این حمله احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه خواستار آرامش شده است پیشتر نیروهای زمینی ترکیه در تعقیب جنگجویان کرد وارد شمال عراق شدند که اولین مورد طی دو سال از زمان برقراری آتش بس میان دو طرف درگیری است این تحولات پس از یک روز حملات خونین دیگر علیه نیروهای امنیتی ترکیه صورت گرفت دولت ترکیه روز سهشنبه خبر داد که یک مینیبوس حامل نیروهای پلیس ترکیه در شرق این کشور هدف حمله قرار گرفت که منجر به کشته شدن 14 مأمور پلیس شد و در یک حمله جداگانه یک مأمور دیگر پلیس جان خود را از دست داد. در پی این حوادث ملی گرایان در سراسر ترکیه راهپیمایی هایی انجام دادند در این میان گاروپیلان عضو پارلمان از حزب دموکراتیک خلق ها به خبرگزاری رویترز گفت که صدها تظاهرکننده کننده به ساختمان این حزب در آنکارا حمله کردند ایشان می گفت پلیس فقط مشغول تماشا است آنچه شکسته و تخریب می شود امید ما به زندگی در کنار هم است گزارش می شود که دفاتر HDP در حداقل اقل شش شهر دیگر ترکیه از جمله استانبول، آنکارا و حتی آلانیا که یک شهر توریستی است، هدف حملات قرار گرفت. در استانبول، تظاهرکنندگان کنندگان هوادار دولت به دفتر روزنامه حریت حمله کردند و شیشه ها را نیز خورد کردند. مروری کوتاه بر خبرهای کوتاه را با خبری دیگر از جهان پناهجویان و ماجراهای بیامان این گروه شهروندان سرگردان دنیا پی میگیریم اعلام آمادگی کشور استرالیا از پذیرش تعدادی از پناهجویان سوری و اراقی در واقع بارقه های امید را در دل این بی پناهان سرگردان برانگیخت بر اساس گزارش های منتشر تونی ابوت نخست وزیر استرالیا گفته است که این کشور دوازده هزار پناهجوی عراقی و سوری را که به خاطر شرایط بحرانی کشورشان آواره شده اند خواهد پذیرفت پذیرفته شدگان از میان اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی انتخاب می شوند که به کشورهای اردن، لبنان و ترکیه پناهنده شده اند. تصمیم دولت استرالیا به قبول شماری از پناهجویان سوری و عراقی در واقع در واکنش به فشار افکار عمومی این کشور بود که در روزهای اخیر هزاران تن از مردم استرالیا با برگزاری تجمعهایی با عنوان تاریکی را روشن کنید خواستار پذیرش پناهجویان سوری شدند این ها به یاد بوده کودک یک خانواده پناهجوی سوری به نام ایلان کردی برگزار شده که در راه سفر دریایی به اروپا غرق شده بود آقای ابوت در سخنانی در پارلمان استرالیا گفت که تصویر دردناک کودکی که در دریا غرق شده اشک به چشم همه ما آورد و استرالیا نیز برای مقابله با این وضعیت به وظیفه خود عمل می کند. نکته جالب دیگر در این راستا که ساعتی قبل یکی از مسئولین ارشد آلمان نیز مجدد و صریحا اعلام کرد که کشورش امکان پذیرش سالیانه 500 هزار پناهجو را دارد. همچنان بیننده برنامه شامگاهی خبری تحلیلی صفحه یک هستید به آخرین خانشهای های منتشر از تازه ترین رویدادها در روزنامه‌های های هر روز ایران در ایران فردا روزنامه های امروز چهارشنبه 18 شهریور ما کماکان موضوع توافق هسته‌ای موسوم به برجام و مخالف خانی های دو جبهه راست افراطی و روزنامه های نزدیک به رهبری و بالاخره تا حدودی رقابت های زود هنگام انتخاباتی مجلس خبرگان و برخی از مسائل منطقی همچنین بحران سوریه را به تحلیل و واکاوی پرداختند. در این میان روزنامه آرمان نزدیک به مردان هاشمی رفسنجانی فقیهی به نام موسوی بوجنوردی از روحانیون زینفوز دهه اول انقلاب ایران را بر صدر صفحه نشان و در فتوای نو به نقل از وی اعلام کرد که زنان نیز می توانند کاندیدای خبرگان رهبری شوند. البته این موضوع هر ساله به هنگام برگزاری انتخابات خبرگان به عنوان موضوعی داغ و به طور موضعی و بعضا موسمی و هر مطرح می شود و موضوعی بسیار تازهی هم نیست آرمان اما در موضوع هسته نیز به نکته از به, نقل به قول علی اکبر ولایتی در نقد سعید جلیلی اشاره کرد و با اشاره به اصرار جلیلی بر انکار موفقیت دولت روحانی معتقد بود که رئیس تیم قبلی بر رسیه های خودش را می گوید. همچنین روزنامه آفتاب یست تا حدودی همسان آرمان با موضوعی انتخاباتی آراسته شد همان گونه که میبینید با درج تصویری از سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی خبر از موج دعوت از خمینی جوان میداد آفتاب یزد نیز مخالف خانی های مسررانه سعید جلیلی علیه دستاورد هستهای ای را در یک گزارش تکمیلی با عنوان اعتراض چپوراست به سعید جلیلی منتشر کرده بود و اما در این میان روزنامه ابرار با تیتری هشداری و خطابی بدون ذکر منبع و گویا از موضع خود روزنامه خطاب سعید جلیلی نوشت آقای جلیلی شما هم فراموش کرده باشید مردم به یاد دارند موضوع کاهش خرید خودروی تولید داخل که به یک موج جدید اعتراضی مدنی در واقع از سوی برخی از ایرانیان تبدیل شد از شهر شبکه ها همینک به روزنامه ها راه یافت و کشنده شد پیشتر در گزارش های اعلام شد که ملت ایران به طور تقریبا یک پارچه برای نشان دادن اعتراض خود به کیفیت پایین خودروهای داخل کشور و قیمت های بسیار بالا و ناهمگن و سرسام آور آن از خرید خودروهای صفر در ایران سرباز میزنند در این راستا روزنامه ابرار اقتصادی از ادامه کاهش قیمت خودرو در بازار خبر داد تا جایی که نوشت فاینانس و یوزانس نیز از دستور کار دولت خارج می شود ادامه می دهیم و ورق می زنیم با سایر روزنامه ها برخی از روزنامه های نزدیک به طیف دولت حضور رئیس جمهور اتریش به تهران را نشان موفقیت دیپلماسی بین المللی دولت روحانی قلم داد کردن روزنامه ابتکار با اشاره به توافق هسته ای که در وین اتریش صورت گرفت نوشته بود میزبان توافق مهمان تهران و یادآور شد که پس از 11 سال یک رئیس جمهور عضو اتحادیه اروپا به ایران آمد تحلیل و واکاوی برجام در دو طیف روزنامه های کشور امروز نیز باستابی وسیع و گسترده داشت آفرین چیت ساز اول در سرمقاله اصلی روزنامه ایران به بررسی کارکرد کمیسیون برجام مجلس که همه از مخالفان این توافق تشکیل شده پرداخته و با اشاره به حضور سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین هسته ای در جلسات این کمیسیون این گونه می که دولت روحانی و تیم ظریف می توانند مدعی شوند که حرکت آنها در پاسخگویی به جدی ترین مخالفانشان در بهارستان اتفاقی بی سابقه است از منظر ستون نویس روزنامه دولت حضور مشتاقانه تیم دیپلماسی در بهارستان در عین حال حاوی این پیام روشن است که آنها از درستی و دقت کاری که در 23 ماه مذاکره به انجام رساندند اطمینان خاطر دارند ستون نویس روزنامه دولت در ادامه این نوشتار نسبتاً بلند خود معتقد بود بدترین اتفاق این است که در این مرحله مهم ادهی ای این توافق تاریخی و ملی را گرفتار ملاحظات و منافع گروهی سازند یک دلیل توفیق تیم هستی فعلی از منظر روزنامه ایران این بوده که آنها صرفا یک تیم حرفه‌ای هستند و هیچ شاعبه و سابقه سمپاتی جناهی در کاروبار آنها نمیتوان یافت و اما در سوی دیگر ماجرا حسین شریعتمداری مداری نماینده رهبری ایران در مؤسسه مطبوعاتی کیهان همچنان با تون ترین شیوه های ممکن به توافق هسته دولت روحانی و همینطور به تمامی تیم مذاکره تاخت و در تازه ترین یاد داشت به عنوان بحانه های تکراری اصلا کلیت برجام را فاجعه آفرین خانده بود. حسین شریعت مداری که مدام در پی بهانه‌گیری از برجام می باشد می که برجام در صورت تصویب برای آینده علمی، امنیتی و اقتصادی کشور فاجعه آفرین خواهد بود. بنابراین اگر دولت از منظر حسین شریعت مداری این دیدگاه را باور ندارد انتظار منطقی آن است که دلایل مستند صاحبان این نظریه را با استناد به متن برجام پاسخ داده و رد کند و نه آنکه به زم شریعت مداری دهان منتقدان را با ردیف کردن الفاظ ناروایی نظیر برو به جهنم بی سواد تازه به دوران رسیده ببندد از منظر حسین شریعت مداری اگر این داوطلبانه هست چرا توضیح نمیدهند که این اقدام داوطلبانه آیا تعهد آور نیز هست یا نه اگر هست باید مجلس درباره آن تصمیم بگیرد و اگر نیز چالش دوازده ساله برای چیست که مدام با پرسش برانگیزی آقای شریعت مداری بحث رو به چالش میکشند همچنان بیننده برنامه صفحه یک هستید با کاوش و خانش بر آخرین سطور در روزنامه های ایران روزنامه شرق در یادداشتی تا حدودی متفاوت به بحران کتابخانی در جامعه ایران اشاره میکرد و با ذکر فاجع آمیز بودن روند کتاب نخانی در میان ایرانیان در یادداشتی به عنوان فاجعه کتاب به قلم فرخ امیر فریار نوشت که خرید کتاب از کتاب فروشی های تهران در یکی دو ماه گذشته کاهش شدیدی یافت به نقل از برخی کتاب فروشی های معتبر در راسته دانشگاه و کریم خان فروش کتاب در این کتاب فروشی ها در برخی از روزها تنها 10 تا 15 جلد بوده است به نوشته این کارشناس کتاب درباره اینکه پدیده دلایل چرایی کاهش کتابخانی در ایران دلایل گوناگونی رو ارائه می کرد که ظاهرا گویا مهمتر از همه استفاده از اینترنت و موج گسترده عضویت در شبکه های اجتماعی از روی شهروندان ایران است می میزنیم و ادامه میدهیم با روزنامه دیگر روزنامه شهروند نیز که عمدتا به امور زیست محیطی و بعضا به مسائل اجتماعی توجه خاص دارد در یادداشتی با استناد به درگذشت دو چهره فرهنگی ایرانی بر اثر تصادف در روز روشن در روزهای گذشته از تصادفات داخل شهری به عنوان آسیب اجتماعی عظیمی یاد میکرد که گویا روند فزاینده‌ای در ایران طی میکند و کم توجهی در اخلاق رانندگی در واقع می رود که به یک معزل همگانی در سایر حوزه های اخلاق تبدیل شود محمد رضا زیا در مقاله با عنوان آسیب تصادفات در شهروند اشاره کرد که چند هفته پیش محمود طلوعی نویسنده و مورخ 85 ساله بر اثر برخورد با یک موتورسیکلت در تهران درگذشت همینطور دکتر ابراهیم قیصری حافظ پژوه 79 ساله هم چند روز پیش روی خط آبر پیاده تصادف کرد بر اساس گزارش روزنامه شهروند در چرایی روند بی اخلاقی در عرصه محیط عمومی اشاره شد که این پژوهشگر ادبیات کهن از قول یکی از دوستانش نوشته سالها پیش استاد جلیل شهناز در ماشین شخصی او نشسته بود و چیزی نمانده بود که بر اثر بی احتیاطی خود روی مقابل تصادفی مرگبار رخ دهد ده پس از به خیر گذشتن خطر استاد شهناز به تنز گفت آقا چیزی نمانده بود که 50 سال موسیقی این مملکت را نابود کند اتفاقا جالب آنجاست که درویش خان نوازنده صاحب نام تار در ایران زمین خودش نخستین قربانی تصادف در ایران است که در واقع میرساند که این حرکتی حرکت نمادینه مقاله شهروند در ادامه پردازش به این موضوع با نقل بخشی از نوشته داریوش شایگان در آسیا در برابر غرب ادامه میاد داد که ما در حالت عادی برای خروج از یک اتاق کلی تعارف می کنیم که شما اول بفرمایید ولی همین که در این حصارهای آهنی مینشینیم دیگر رحم نداریم و به دیگری به چشم دشمن نگاه می کنیم. واقعا وصف بعضی از رانندگی های ما جز وحشیانه چه میتواند باشد؟ چرا ما اینقدر غیر متمدنانه میرانیم وقتی ما سالیان بیش از 20 هزار نفر را با این رانندگی ها به کشتن میدهیم چرا نباید به این مسئله به چشم یک معزل همگانی نگاه کنیم؟ ادامه برنامه در وقت باقی مانده در برنامه دیشب در گزارش از آفتاب یزد به استحضار شما بینندگان عزیز رسانده بودیم که در دولت احمدی نژاد حدود 14 تن سنگ پا از کشور چین وارد ایران شده بود که در واقع هدر رفت دلارهای کشور بود این موضوع امروز دستمایه تنز برخی از روزنامه ها از جمله روزنامه اعتماد شده بود شهرام شهیدی در ستون تنز اعتماد نوشت که ما این در دفتر استاندار سابق قزوین در دولت مهرورز از سنگ پای وارداتی به عنوان اود استفاده میشد شنیده شده واردات سنگ پا از چین اصلا بیرویه و تجملاتی نبوده و کاملا بر اساس نیاز داخلی ساماندهی شده در این خصوص میگویند دولت به خاطر مصرف 100 درصدی سنگ پای قزوین مجبور به واردات این کالا از چین شد تنز نویز اعتماد به نقل از شنیده ها اشاره می کرد که در هر یک از دفتر کارهای احمدی نژاد، مشایی، بقایی و رحیمی و سعید مرتزوی یک تابلوی نفیس سنگ پا نصب شده تا این کالا به عنوان سمبل دولت دهم ده شناخته شود که در واقع تنزی بسیار هوشمندانه بود به زربال مسئله قدیمی ایرانی در خصوص سنگ پای یکی از شهرهای معروف که دلالت بر گستاخی و پررویی میباشد اشاره داشت که چگونه دولت مردان پیشین از میزانی از گستاخی و پررویی در قامت سنگ پای وارداتی برخوردار بودن و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد همچون همه شب از محضر شما بینندگان عزیز دعوت میکنم که بیننده ی آخرین خبرهای تکمیلی از ایران منطقه و جهان باشید که از سوی همکارانم هم به آگاهی شما میرسد در برنامه آن سوی خبر تا آنگاه و شانگاهی دوباره بامداد روشن بدرود